با سلام و درود و احترام به هموطنان در جای جای ایران و دنیا، خلاصه برگشت کانال. خیلی از زحمت کشیدن، واقعا لطف کردن و در کلات تک تک شنم اسم هم ببرم نمیشه، چون هر کدوم قسمت کار گرفتن و اصلا میشه نمیشه گفت، ولی شد کن انجام شد، دست شما درد نکنه. خیلی لطفی روزا واقعا چی بگم، اون دلنگرانی شما، اون افسوس شما و خیلی مسائل دیگه خلاصه برگشت. من دوستان خواهش میکنم بعد از کلیپایی که لازم دارن دوست دارن حتما دانلود کنن نگه واسه خودشون، اینا هر جا نیست و خودتون هم میدونید. ولی در نهایت خوشحالم که در خدمتتون هستم و با یک انرژی نو، با یک راه نو، با یک روش خدمت شما هستم که من خیلی استقبال کردم از توی کانال قبلی، از خاطرات هم گذاشتم. من خاطره خوب زیاد دارم دیگه، قطعا هفته یه خاطره رو خواهم گذاشت براتون، خاطره آموزنده، خاطره به درد بخور و و و. خب این اخبار رو میگم براتون، هم به خودم هم به تمام دوستا تبریک میگم که ما دوباره برگشتیم. خدمت شما که این یمن درگیر زیاد شده، حماقت جمهوری اسلامی، چون دیگه همه جوره بازی رو باخته و دست به هر کاری میزنه. این آخر کار آدمایی هستن که نمیدونن چیکار بکنن و اسرائیل بد جوری زده اینها رو، لطه پار کرده و تلفات زیاد بهشون وارد کرده. حمله به بندر حدیده یمن، منابع نزدیک به حوثی از 3 کشته و بیش از 80 مجروح خبر دادن و غیر از این هست. بیش از یه حرف خود اسرائیل هم خیلی حرف بیش از گفته. یه روز پس حمله پهپادی به تل آویو، اسرائیل میگوید به بندر حدیده یمن در سال دریا سرخ که تحت تسلط شبه نظامیان روسی است حمله کرده. ببین دوستان، اینا هیچی از دست نمیدن، هیچ دفعه معتاد قات میزنن و خیلی این آخونده که هیچ آخونده که با 2000 بوده قیمتش اون میبود این حالا میرسه و اینا هیچی بهتون بگم دوستان، بالغ بر 60% بودجه این مملکت در 44 سال خرج تبلیغات شده، اون مستقیم تو جیب اسرائیل رفته، تو جیب چین رفته مستقیم، فقط با تبلیغ خوشی نگشتن و با تبلیغ از بین میرن. تشکیل پرونده قضایی به دنبال غرق شدن یک مادر کودک، تلاش برای یافتن جسد مادر خانه کارون ادامه دارد. صادق جعفری چگنی، آخه چی بگم، گفته است که برای شناسایی مقصر حادثه غرق شدن 2 نفر در بخش سوسن ایزه پرونده قضایی تشکیل داد. دست درد نکنه. بررسی خسارت و شدت حملات مرزی حزب الله لبنان و اسرائیل. مرگ و میر تصادفات رانندگی در ایران، رئیس پلیس راهوار از پزشکان خواست که کار را به کاردان بسپارد. رئیس پلیس راهوار ایران در ایران از مسئول پزشکان خواست است که فکر به حال صنعت خودروسازی در ایران بکند. او از رئیس جمهور خود منتخب خواسته است که 44 سال نماز کرده. برخورد نفتکش ها در نزدیکی سنگاپور که خلاصه فاجعه محیط زیست ایجاد میکنه. بنگلادش هم که با اون هم فقر و فلاکت و بدبختی، باز درگیری و جنگ و جنگ داخلی و حکومت نظامی حربا و دست کم 10 نفر دیگه در نظامی ضد دولتی کشته شدند. برخورد دو نفتکش در آبهای سنگاپور، ایران میگوید ربطی ما ندارد، رویترز میگوید دارد. وزارت نفت ایران میگوید دو نفتکش در آبهای سنگاپور با هم برخورد کردند، هیچ ارتباطی با ایران ندارد.
او هر دسته گل باز آب داده هرچه بوده که نفر دسته گل آب می داشت دست می گرفت یقش رو می گرفتن. خلاصه با ایران همه جا هست دیگه یه سه نالایق. آتیسی در یک بازار قطعات یدکی خودرو در ولایت قندهار در جنوب افغانستان خسارت گسترده رو به بار آورد. این آتیسی روز 29 تیر آغاز شد و به صورت مغازه زیاد رو خاک سفر کرد. آتیسی در بازار موسوم به ویش و در فلان در اسپین بولدک در بولدک هم در حال حاضر محال شده اما تا کنون در باید دقیق هم بسیده است. دیگه حالا همه کار کردن دیگه حمام و آبجو بگیرن. کسانی که علاقه به خوابیدن در آبجو دارن میگویند این کار به سلامتی عمومی پوست، گردش خون و حتی کاهش استرس مفید است. بعد پس را تجزیه میکنن. سایه بیکاری بر سر کارگران پروژه پتروشیمی ارغوان گستر ایلنا از خودکشی دو تن خبر داد. خبرگزاری ایلنا روز شنبه 30 تیر خبر داد که هفته‌ها پس از تجمع و تحسن اعتراض شماری از کارگران شرکت پتروشیمی ارغوان گستر، ایلنا به دلیل بیکاری ناشی از پایان قرارداد و از الاخر حملات سنگین هوایی علیه بندر حدیده تحت کنترل حوثی‌ها، اسرائیل به حمله پهپادی تحت اعتراضی پاسخ داد. تحصیل خبر خوبی نیست، باید خود حواستون جمع باشه دوستان و بهترین کارش این است که شما کاری بکنه نتونید. چون در خود مالزی وقتی که پشه دنگی توی منطقه میره اولین کاری که میکنن تمام اونجا رو پشه بند میزنن، کاری بکنه نتونید وارد بشه. توجه کردید؟ و شما پشه بند حتما بزنید، پنجره رو باز نذارید. روز یک بار لااقل ساعتی که میدون لازم است این اشاره کش بزنید. شیوع تب دنگی در 40 شهر ایران مجموع موارد ابتدا در عمرت دو برابر سال گذشته است. همزمان با انتشار گزارش از شیوع دوباره تب دنگی در برخی نقاط ایران و نخستین مواد مبتلا به بیماری در تهران است. البته من بهتون بگم که همزمان متاسفانه این اتفاق افتاده یک کم شیوع وبا هم داره راه میفته. حمله کوهن اسرائیل بندر حدیده نتانیاهو حوثی از آن برای وارد کردن تسلیحات ایرانی استفاده می کنند. بله چین خب می دونید آمارش داریم که پولای آنچنانی و فلان و فلان و فلان زده ولی یکی از اون پولای بزرگش بر اثر وقوع سیل ناگهانی در استان شانشی واقع در شمال غرب چین یک پول بزرگ را فرو ریخت که منجر به سقوط وسایل نقلیه به داخل رودخانه و کشته شدن 11 نفر شد. این اثر روز جمعه 19 ژوئیه در شهر شانگلو رخ داد. بارش شدید باران و وقوع سیلاب ها ناگهانی عوامل این چیز بودن. پول آمده پای وحشتناک. خیلی خوب اینو میخورم این خبر رو. رسیدن تب دنگی به تهران همزمان با هشدار در روی احتمال طغیان وبا. معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت از شناسایی نخستین مورد تب دنگی در تهران خبر داد. همزمان دبیر انجمن عفونی ایران با هشدار در روی کمبود متخصصان عفونی و احتمال مواجهه با بحران کم گفت اگر اکنون کمتر از 400 متخصص در حرفتا دعوا داره نخریم رمضانی روز سه‌شنبه فلان فلان فلان. اما میخوام بهتون دوستان ببینید وقتی یه سیستم لوله کشی باشه چیزی باشه که آلودگی ایجاد بکنه میکروب وبا ظرف یک ثانیه این سطح دو سطح هم طی میکنه چون چیزی نداره چون آب کلورده یه هایی چیزی اصلا محافظی نداره قصه مراقبت کنید مواظبت کنید این تابستونه
من فردا اون کلیپی قول دادم تو خان گذاشتم، کلیپی که شاه کلیپ هست، در شاه کلیپ هست در خودش، و امیدوارم که چی بشه به قول معروف. آقای ایلان ماسک صحبتی کردن و ایشون گفتن که ملت ایران باهوشترین ملت دنیا هستند. برای من میدونستم، میدونم تا کور شده رو کس نتوان دید. دوستان از من که حرف میزنم ملت باهوش هستن، هم تدریس کردم، هم شهرهای مختلف رو رفتم، هم اکثر نقاط دنیا رو دیدم، آدم های دیگر هم دیدم، کشور دیگر هم دیدم دیگه میگه نه. یکی از دیگه بار گفتم، تهران دوباره تکرار میکنم، شما فیلم های اینا رو که میبینید، هر کشوری خودش یه دور مخفی داره، هر کشوری. بعد شدت کار اونجا ببینید یا حماقت رو ببینید، کندی کارش رو ببینید، تصمیم گیریشون کنده. این نشان دهنده اون حساب چی میگن بطن قضیه است توی این مسائل. خیلی ساده است. بعد جالبی است که اینجا فرهنگ اونا رو نشون میده، فرهنگ و کشور نشون میده. مثلا در ژاپن دور مخفی وحشتناک ترین ها هست، یا پرتغال دو سه تا چیز داره، مثلا دور مخفی هاشه که چیز کرده، تحریک کردن زنها در مورد حسادت، یکی دیگه در مورد مثلا مار، مثلا مار میاره از رو دیوار توالت تو، خب یه مار بوار میزه اونجا بعد خود در توالت. اینا یه چیزیست که چیز کنه اون کنیه و چیز را نشون میده. و یکی از بهترین روش های شناخت فرهنگ ها در کشور مختلف هم دور مخفی هاست. دور مخفی هاست که نشون میده که چه اتفاقی چیکار میکنن، در مثلا که همه اکثر کشور همینطور هست. و کن ذهنی اینا، کن عملگرانشون، کن تصمیم گرفتنشون، همش دست دست هم دیگه میده. یه آقای در پاکستان نذر کرده بود خودش رو بذاره دیگه نذری. هفته قبل هم دیدی آقای نذر کرده بود که من خواب دیدم واسه من گفته 300 تا گوله دیگه به خود بذاره، هیچی نمیشه. گوله اول گوله اون مرتب شد نگاش. این هم خواست آمده بود دیگه نذر اینجاست و میره بر توی که دیگه خود اصلا مشخصه چی در میاد از کار. خب این هم گوش کنیم با هم دیگه. لااقل هر مال مردم را اگر خوردی بخور کم لااقل، هر چرا دیدی نخور یک بار از دم لااقل، فکر چیزی نیستی فکر مزاج خیش باش، مال ملت را نخور انقدر در هم لااقل، لاش خورهایی که عمری حق ما را خورده اید، کاش می خوردید حق را عین آدم لااقل، فکر می‌کردم میان مال مردم خارها یک نفر بر حال مردم می‌خورد غم لااقل، پرچمی را برد مسئولی فراز تپه‌ای، گفتم ای بابا حیا کن زیر پرچم لااقل، کاش هر کس تکیه بر جای بزرگان می‌زند می‌نمود اسباب آن را هم فراهم لااقل، یا کسی که روی میزش موز و آناناس هست پشت میز خود نباشد مثل شلقم لااقل، یا کسی که هر سه وعده بره خورد و شیش دیگ وعده هایش نیز باشد قرص و محکم لااقل، گفته دکتر، گفته دکتر خنده بر هر درد بی درمان دواست، کاش میشد شعر من بر درد مرهم لااقل. بعد خدمت شما عرض کنم که حکومت هم وضعیت رو میدونید، من اگه چیزی نمیگم بخاطر اینه که آقای جلیلی نمیگه دولت دست دولت در مقابل دولت ما تشکیل چون بهش خیلی برخورده. بابا جان خامنه‌ای همین تو هم یک تو هم آتیش سوزید توی چند سال، نفت مفتاد نفت مجانی دیفران که بیسار کردی و بدا کردی، بعد خامنه‌ای گفته میرم اصلا میگه شما نفت نخرم، تو عدد نیستی بابا جان عزیز من، چرا نمیخوای بفهم بیشور توی سال چی کار کردی؟ غیر از جنر، غیر از خیانت، غیر از ظلم، غیر از ستم، هر کاری خواستم بکنم خامنه‌ای زدی که خرابش کنه بمونه بیشتر، ولی دیگه آخر خرید خودتونم میدونه، دنیا هم میدونه، نزدیکان شما هم میدونه، ولی تو خریت خود همونجور موندی بمون تا جونت در بیاد. خب ایام بکنم روزیاتون خوش، تا که بعدی خیلی خوشحالم بازم به خودم و به شما تبریک میگم.